آیا می که دستگاه ترد میل برای شکنجه زندانیان اختراع شده بود؟ به کانال ما خوش اومدین بعضی اوقات کاربرد اصلی یک وسیله تنها بعد از مدت مشخص می شود یکی از این اختراعات کاغذهای چسبدار بود که تا مدت اختراعی بیارزش شناخته می شد تا اینکه بالاخره مشخص کردید در ادارات و شرکت ها کاربرد بسیار زیادی دارد برخی از دیگر اختراعات پرکاربرد امروزی نیز چنین سرنوشتی داشتند برای مثال مایکروویو که مسئول فرعی صنایع راداری است تفلون که در پروژه منحتن و در زمان جنگ جهانی دوم در حین تلاش برای آزمایش هسته ای کش شد و کوکاکولا که در واقع قرار بود دارویی برای درمان سردرد باشد از این نوع هستند در اوایل قرن 19 هم اولین نمونه از تردمیل های امروزی برای زندانیان ساخته شد تا از طریق دویدن بر کار مفیدی انجام داده باشند بدین ترتیب پره های تعبیه شده در دستگاه به کار افتاده و نیروی لازم برای پمپاژ کردن آب را فراهم می کردند. این نیرو برای آسیاب کردن دانه های گیاهی و گرداندن چرخ آسیاب های بادی آبی به کار گرفته می شد به ترتیب اسم ترد میل از دو واجه تیرید به معنی را رفتن یا قدم برداشتن و میل به معنی آسیاب کردن گرفته شده زندانیان مجبور می شدن در برخی موارد حتی تا 6 ساعت در روز نیز روی این دستگاه کار کنند که با صعود به قله به ارتفاع 1500 متر تا 4000 متر برابری می کرد از این رو این وسیله در واقع نوعی شکنجه برای زندانیان محسوب می شد چیزی که امروزه به یک ورزش لازم و ضروری برای حفظ سلامتی تبدیل شده استفاده کنونی از سرد میل به عنوان وسیله ورزشی در دهه هفتاد کس شد بدین ترتیب برخی اوقات با فکر کردن به یک اختراع قدیمی می توان کاربردهای جالب و جدیدی را برای آن پیدا کرد که به اندازه یک اختراع جدید اهمیت دارد